سرخط خبرها واکنش کرملین به تامین مهمات با اورانیوم ضعیف شده برای اوکراین بوم های به اوکراین ارسال می حمله جمهوری خواهان به بایدن انفجار در کریمه اوکراین میگوید که موشک های روسیه منهدم شدند و هشدار صدر آلمان درباره جنگ اوکراین سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید واکنش کرملین به تامین مهمات با اورانیوم ضعیف شده برای اوکراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در واکنش به ابتکار انگلیس در ارتباط به تحویل تسلیحاتی با اورانیوم ضعیف شده به کیف اعلام کرد غرب تصمیم گرفته است با فدراسیون روسیه تا آخرین اوکراینی بجنگد نه در کلام بلکه در واقعیت رئیس جمهور روسیه در این باره تصریح کرد اگر انگلیس گلوله های اورانیوم ضعیف شده را به اوکراین برساند روسیه مجبور به واکنش خواهد شد از سوی دیگر سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه نیز در این خصوص اینگونه واکنش نشان داد برنامه های بریتانیا برگ تامین گلوله های اورانیوم ضعیف شده به کیف نشان می دهد که لندن آماده است نه تنها خطرات بلکه جنایت جنگی را نیز بپذیرد وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با پاول زاروبین گفت بدون شک این کار برگ لندن تبعات بعدی خواهد داشت سرگئی شایگا وزیر دفاع روسیه هم در این خصوص تاکید کرد یک مرحله دیگر طی شده است اما آنها کمتر و کمتر می شوند. مسکو شرایط در این خصوص را با دقت رصد می کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به آنابل گلدی معاون وزیر دفاع آمریکا که گفته بود بریتانیا مهمات اورانیوم ضعیف شده را به اوکراین منتقل خواهد کرد گفت سناریوی یوگسلاوی این گلوله ها نه تنها میکشند بلکه محیط را آلوده می کنند و باعث سرطان در افراد ساکن در این زمین ها می شوند بوم های به اوکراین ارسال می شوند حمله جمهوری خواهن به بایدن چهار عضو جمهوری خواه کنگره ایالات متحده از دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درخواست کردند تا بمب‌های خوشه‌ای در اختیار اوکراین قرار دهد. به گزارش رویترز این جمهوری خواهان در نامه‌ای به بایدن هشدار دادند که ترس کاخ سفید از ارسال این تسلیحات به اوکراین باعث می‌شود تا روسیه تنش‌ها را شدیدتر کند. این نامه به امضای جیم ریش جمهوری خواه ارشد در کمیته روابط خارجی، راجر ویکر جمهوری ارشد در کمیته خدمات مسلح سنا، مایک مکال رئیس کمیته اوم... امور خارجی مجلس نمایندگان و مایک راجرز رئیس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا رسیده است. این جمهوری خواهان از اکراه دولت بایدن در ارائه تسلیحات مناسب و دوربرد به اوکراین برای ایجاد تغییر در مقابل نیروهای روس انتقاد کردند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت بایدن با ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین موافقت خواهد کرد یا نه. اما ینس سولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو درخواست اوکراین برای دریافت بمب‌های خوشه‌ای و تسلیحات آتش‌سای حاوی فسفر را رد کرد و گفت که ناتو چنین تسلیحاتی ارزه نمی‌کند. بوم های که در بیش از 120 کشور ممنوع شدند به هنگام انفجار شماره زیادی از بوم های کوچکتر را در محیط وسیعی پخش می کنند و جان شهروندان بیشتری را تهدید می کنند. انفجار در کریمه اوکراین میگوید که موشک های روسیه منهدم شدند. وزارت دفاع اوکراین میگوید انفجاری در شبه جزیره کریمه موشک های روسی را که از طریق قطار منتقل می شدند منهدم کرده است. اوکراین هرچند خبر انجام این انفجارها را اعلام کرده اما به صراحت نگفته که چه کسی این کار را انجام داده است. اگر این انفجار تایید شود حمله این نادر از سوی ارتش اوکراین به شبه جزیره کریمه خواهد بود که از سال 2014 به روسیه زمیمه شده است روسیه البته پیش از این هم متحمل حملاتی در کریمه شده اما در بیشتر موارد این حملات تحت عنوان خرابکاری جزئی معرفی شده است در صورت تایید این حمله نشان می‌دهد که ظرفیت نیروی هوایی اوکراین برای استقرار پهپادها افزایش یافته است کریمه تا به حال تا حد زیادی خارج از برد موشک‌های اوکراینی به نظر می‌رسید اما کارش کارشناسان نظامی معتقدند این حمله نشان میدهد که یک پهپاد اوکراینی میتواند به عمق بیشتری از آنچه قبلا تصور میشد حمله کند و به خطوط نظامی روسیه ضربه بزند ارتش اوکراین میگوید در این انفجار موشک های کروز کالیبر انکی روسیه که برای استفاده توسط ناوگان این کشور در دریای سیاه در نظر گرفته شده بود منهدم شدهاند موشک های کالیب در ماه های اخیر به صورت گسترده ای در حملات به شهرها و زیر های اوکراین مورد استفاده قرار گرفته است. این انفجار در شهر ژانکوی شبه جزیره کریمه رخ داده است. ژانکوی از سوی نیروهای روسیه به عنوان یک مرکز ریلی برگه اتصال بین کریمه و سایر مناطق اشغالی در خاک اوکراین مورد استفاده قرار می گیرد. تلویزیون دولتی روسیه در گزارشی مدعی شد که این انفجار هیچ آسیبی به زیر ریلی این منطقه وارد ن... نکرده است مقام های روسی میگویند بر اساس یافته های اولیه به یک ساختمان مسکونی و یک مغازه آسیب وارد شده است آنها همچنین مدعی شدند که همه اهداف مورد اشاره غیر نظامی بودند سرگی آکسیونوف مقام ارشد روسی که در کریمه در این خصوص به رسانه های دولتی این کشور گفت پروفند هوایی در نزدیکی ژانکوی فعال شده و اوضاع تحت کنترل است او از ساکنان خواست که به دروغهای منتشر شده توسط دستگاه تبلیغات اوکراین توجه نکنند در گذشته نیز حملات مشابهی از سوی اوکراینی‌ها ها صورت گرفته بود و این انفجار تازه نشان میدهد که کیف مصمم است زنجیره های نیروهای روسی و به ویژه انبار موشک و همچنین مسیرهای که ممکن است از طریق آنها تصریحات ارسال شود هدف قرار دهد هشدار صدراعظم آلمان درباره جنگ اوکراین خبرگزاری آلمانی دی پی ای به نقل از اولاف شول صدر آلمان نوشت ما باید برای چنین واقعیتی آماده شویم که جنگ اوکراین میتواند مدت زیادی طول بکشد وی افزود: غرب باید به حمایتش از کیف ادامه دهد اوکراین باید قادر باشد تا از حاکمیت و استقلال خود دفاع کند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.